سلام به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم با همکارم جمیل فرزان از برنامه نگاه روز در کانال جدید در خدمتون هستیم. چند روز گذشته در شهر استکهلم در سوئد از جانب مرکز اولف پالمه جلسه پشت درهای بسته برگزار شد و افرادی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی به این جلسه دعوت شده بودند. دعوت شدگان از جریانات مختلف از جمله اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، ناسیونالیست های پرو غرب و جریانات قوم پرست بودند. هدف این جلسه رو خودشون وحدت برای دموکراسی برای مردم ایران تعریف کرده بودند. سراغ محمد آسنگران میریم با یک سری سوالات در رابطه با همین موضوع. محمد آسنگران، امیدوارم توضیحات منو شنیده باشید. میخواستم ببینم که نظر شما در این زمینه چی هست. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه تون. طبعا همچنین که شما هم گفتین، بحث این بود که این مرکز اولف پالمه از آدمای معینی از جریانات خاصی دعوت کرده بود و در به قول شما هم گفتین در پشت درهای بسته بدون حضور مردم و بدون حضور خبرنگاران سر مسائلی که از نظر خودشون دموکراسی برای ایران حرف زدن. این خود نحوه برگزاریش مورد اعتراض خیلی قرار گرفته و نقد شده. اون تا اون چیزی که مهم بود به نظر من خارج از این چارچوب، این اولین کاری نبود که این جریانات میکنن. حدود بیش از یک سال هست، به ویژه بعد از اتفاقات سال 88 این جریانات به صرافت این افتادن که زیر یک سقف جمع بشن و تلاش کنن در اوضاع سیاسی ملتهب امروز ایران جوابی برای آینده بعد از جمهوری اسلامی داشته باشن. به نظر شما یه تقلای متفاوتی نسبت به فعالیت‌های گذشتشون؟ متفاوت به درجاتی میشه گفت متفاوت هست، ولی اصل قضیه اینه قبلا اینا تو جبهه‌های مختلفی بودن و هر کدوم اهداف دیگری رو تعقیب میکردن. مثلا برای نمونه جریانات سلطنت طلب و پرو غرب بیشتر چشم به انتظار سیاست رژیم چنج غرب علیه جمهوری اسلامی بودن. جریانات اصلاح طلب هدف و استراتژی خودشون اصلاح جمهوری اسلامی و قابل تحمل کردنش گذاشته بودند. جریانات قوم پرست به دنبال موقعیتی بودند مثل طالبانی و بارزانی در عراق به نان و نوایی برسند و بالاخره کسای دیگه حول هوش این جریانات داشتن فعالیت میکردن. الان همه اینا به این نتیجه رسیدن که اون طرحهایی که در سر داشتن عملی نشد، نتونستن به مردم ازش استقبال نکردن و بالاخره به درجاتی حاشیه‌ای شدن به نسبت اون استراتژی که هر کدوم به تنهایی برای خودشون گذاشته بودن. اکنون که میبینن وضعیت جامعه ایران بحرانیه، موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف شده، جناح‌های بالای فعلی در جمهوری اسلامی باز هم دوچار کشمکش با هم دیگه شدن، بحران اقتصادی تشدید شده هم در ابعاد بین‌المللی و هم تأثیراتش در ایران و در مورد ایران به ویژه محاصره اقتصادی، تهدید و تبلیغات جنگی و نارضایتی مردم، همه این فاکتورها باعث شده که اینا به صرافت این بیفتن که برای آینده ایران قدرتشون رو یکی بکنن و در این حال الگویی از اون چیزی که خمینی رو به قدرت رسوندن و کشورهای غربی بالاخره تلاش کردن برای شکست کشیدن انقلاب 57 خمینی رو بیان و این کار رو کردن و یا نوعی که نمونه های جدیدش در لیبی و افغانستان و عراق ما دیدیم، این نوع اپوزیسیون برای اینکه از بالای سر مردم وارد صحنه سیاست بشه و اجازه دخالت مستقیم رو نده و علیه انقلاب و شورش های خیابانی و اعتراضات اجتماعی که دخالت مستقیم رو به میدان میکشه وایسن، دارن این طرح ها رو به اسم کنگره ملی، کنفرانس ملی، وحدت برای دموکراسی، نمیدونم تحت عنوان میثاق ملی، همه اینا طرح های گوناگونی هست که بعد از 88
بیشتر روی میزشون قرار گرفته و مرتب در تلاشن در زیر یک سقف واحد که امروز اساسا پرچمش پرچم ناسیونالیسم پرو غرب هست، به ائتلافی، وحدتی و یا همکاری مشترکی با هم دیگه برسن. بله، این جریانات قبلا اینجوری بود، حتی با هم دشمنی داشتن، مقابله با هم دیگه میکردن و یه جورایی آدم میتونه بگه چشم هم دیدن هم دیگه رو نداشتن. الان خب بر اساس صحبتی که خودت شما هم کردین، ناظر یه سقف میخوان جمع بشن حول یه سیاست معین و مشترک. آیا میشه اینجوری تعریف کرد که واقعا جریانات قوم پرست، ناسیونالیسم پرو غرب، ملی اسلامی ها، اینا واقعا طرفدار دموکراسی شدن؟ من فکر نمی کنم که هیچ کس این توهم رو داشته باشه که اینا دموکرات شدن و طرفدار دموکراسی شدن. نمونهشون آدمایی که اینجا وجود دارن، یکی مثل سازگارا مثلا، خودش یکی از مبتکرین تشکیل سپاه پاسداران بوده، یکی مثل مخمل باف، یک حزب اللهی خشکمغز و همکار لاجوردی در زندان اوین بوده، آدمای مختلف اینطوری، یکی مثل بهنود که یک روزنامه نگار همیشه دست راستی کنار دست رفسنجانی بوده. میخوام بگم که علاوه بر اینا، جریانات قومی مثل حزب دموکرات، نمیدونم حزب مهتدی، اینا همشون جریاناتی بودن که سابقه شون روشنه چی کار کردن و چقدر دموکرات بودن. این به نظر من خب بیشتر مایه خنده کسایی قرار میگیره که اینا رو میشناسه و معنی آزادی و دموکراسی رو لااقل تو همون حدی هم که تو غرب وجود داره میشناسه. بنابراین این قبایی نیست که به تن اینها جور در بیاد. منتها خب وقتی بوشم میومد حمله میکرد و هزار هزار آدم میکشت، تو جای عراق میگفت برای دموکراسی این کار رو میکنن. دولت های قدرتمند یا جریانات بورژوایی اپوزیسیون هر وقت به سیاست های اینطوری دست بردن، تحت عنوان منفعت ملت، منافع ملی، نمیدونم منافع عمومی، دموکراسی و غیره دارن این کارا میکنن. خب الان از خامنه ای بپرسی، میگه من از همه دموکرات ترم، اسلام از هر دموکراسی دموکراسی تره. از بوش بپرسی همین حرف رو در مورد خودش میزنه، از این هم بپرسی همین کار رو میکنه. ولی اون چیزی که واقعیه و زمینیه اینه که اینا منفعت هایی دارن، میدونن که الان دوره‌ای هست که باید با غرب خودشون رو هماهنگ کنن تا به نانوایی برسن. اولا این شخصیت هایی که اینجا جمع شدن شخصیت های دست چندم و به نظر من بی آینده در آینده سیاسی ایران هستن، ولی جنبشی که اینا ازش اومدن و حرف میزنن، خود اون جنبش ها جنبش های پایداری هن. بالاخره اینا انواع احزاب و جریانات ازشون بر اومده، هر چقدر با دشمنی خونی با هم داشته باشن، یک جایی که منفعت جدی طبقاتی مطرح میشه اینا در کنار هم قرار میگیرن. و امروز شانس اینو ندارن که بگن ما میخوایم جمهوری اسلامی رو اصلاح کنیم و بریم کنار خامنه ای وارد دیالوگ بشیم. شانس اینو ندارن که به عنوان یک جریان رادیکال هم بیان حرف بزنن، چون بالاخره این صندلی اولا پر دومن نمیخوان، اساسا برای این هستن وجود دارن که علیه رادیکالیسم و دخالت مستقیم مردم باشن. به این معنا تنها رایی که براشون مونده اینه زیر یک سقفی تحت عنوان ناسیونالیسم ایرانی، منفعت ملی، میثاق ملی و از این حرفا جمع بشن. برای محمد آسنگران، با توجه به این صحبت هایی که کردین، حالا یه وظیفه حتما مقابل افراد آزادی خواه، آدم های مترقی، جریاناتی که بالاخره آزادی خواهی رو نمایندگی میکنن و مشخصا کمونیستا، حتما یه وظیفه مقابلشون هست. در برابر این تلاش ها باید چه کار کنن؟ دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. برای زمان اولین کاری که باید کرد اینه که اینا رو باید شناخت و دید که اینا اساسا اتکایی به مردم، توجهی به مطالبات مردم، مشکلی با اسلامیت و دیکتاتوریت ندارن. مشکل همشون اساساً این هست، چرا سهم اونا رو نمیدن؟ یعنی تو همین چارچوب فعلی اگر سهمی برای اینا در نظر بگیرن، اینا هیچ کدومشون مشکل ندارن، همچنان که قبلا تو خودشون جزوی حکومت بودن بخش زیادشون. به این معنا پس اینا رو باید شناخت با همین ماهیت واقعیشون. ولی اون چیزی که مهمتره و به نظر من تعیین کننده تر، جامعه ایران در حال تحول جدیه، در مقطع
مهم و تعیین کننده تاریخ خودش قرار گرفته. مردم این وضعیت رو نمیتونن تحمل کنن و بالاخره نقطه جوش در جامعه ایران یک روزی بالاخره به جوشش میفته و به حرکت و نقطه عطفی تبدیل میشه که همه جریانات سیاسی جدی و طبقاتی میخوان آینده سیاسی هم اونجوری که میخوان شکل بدن. بنابراین هم در ایران مخصوصا خطابم به جنبش کارگری فعال سیاسی رادیکال برابری طلب و آزادی خواه هست، باید این واقعیت رو بدونن که این دوره الان دوره‌ای هست که باید چپا، کمونیستا، آزادی خواهان صف خودشون رو متحد کنن و اجازه ندن یک بار دیگر تحولات سیاسی و انقلابات در منطقه اون سرنوشتی پیدا کنه که سال 57 پیدا کرد و یا اون سرنوشتی پیدا کنه که الان تو مصر و لیبی مردم تحمیل کردن و باید دوباره علیش انقلاب کنن. میخوام بگم که این مهمترین مسئله و درسی هست که مردم بدونن بدون دخالت مستقیم خودشون و تعیین سرنوشت اجتماعی خودشون هیچ نیرویی نیست که بتونه نمایندگی این مردم کنه. مردم خودشون عقل دارن، شعور دارن، میتونن، توانشو دارن، برنامهشو دارن، سیاستشو دارن. تو دنیای امروز که دنیای اطلاعات و انفرماتیک هست، هر آدمی میتونه نقش اساسی در اداره جامعه داشته باشه و مردم باید بدونن که خودشون لایق این موقعیتن، نه این نیروهایی که به کمک دیگران، به کمک دولت‌های غربی و یا کمک بخشای جمهوری اسلامی بخوان دوباره موقعیت ایران رو به نفع خودشون تغییر بده. بله، متشکرم از شما محمد آسانگر. باتش. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با محمد آسانگران. امیدوارم صحبت ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. حتما با ما تماس بگیرید، از آدرسی که زیر صفحه میبینید میتونید استفاده کنید، نظراتتون یا پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. با امید به اینکه شب خوبی رو داشته باشید، من سیما بهاری و همکارم جمیل فرزان برنامه رو تموم میکنیم و براتون آرزوی روزهای خیلی خوبی داریم.